من دیگه نمیتونم تحمل کنم که ابر استراتژیست نظام به برنامه چهار استراتژی دعوت کنم و این همه عزت و احترامش کنم، این همه ازش تعریف کنم تا بیاد به چهار تا پاسدار بسیجی تهمونده نظام استراتژی یاد بده، تاکتیک یاد بده، اونا رو جمع جور کنه و از جمعی بلیاتی که داره سرشون میاد نجات بده. اما ببینم آخر برنامه نتیجه عکس شده. این دفعه من باهاش شرط و شروط میکنم تا فکر نکنه با یه مش آدم فهمیده طرفه. بهش میگم که اینطور حساب کنه که میخواد برای یه مش گوسفند حرف بزنه. حقو من دیگه جواب هیچ سوالی رو نمیدم. خیالت دکتر شما چرا ناراحت شدین؟ من داشتم از شما دفاع میکردم. خراب نکن دیگه، استراتژیمونو زدی در و داغون کردی. من دارم بسیجی رو به حرف میارم تو نمیذاری. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بزن با حضور عرض میکردم، بله میفرمودن اگه بخوای گوسفند به حرف بیاری چه کار میکنی؟ تئوریش اینجوریه، یه ما هر روز علف تازه با یه حبه قند میدی بهش، روز 31 صبح زود فقط علف خالی میدی، گوسفنده سریع به حرف میاد، زبون در میاره، این هوا برمیگرده میگه پس قندش کو. روشن شد یا قندم برات بفرستم بیاد تا همشین چیچی دستون داد نکنه. واقعا که استراتژی استراتژیست نظام ابر استراتژیست نظام از این پس مشتاقانه منتظر قند استراتژیک شما هستیم آقای دکتر. قول مردونه بده که روم و زمین نمیذاری، شرمنده ابعاد مرامت هم یه چند تا جواب استراتژیک اخ کن بیاد. سب کن بینم ناکس کیش پیش گره میخوایی بخری، درست حرف بزن تا درست جوابتو بدم. 150 کیلو که ساله، تو 15 کیلو واسه ما مایه نذاشتی جوابم میخوای ناکس. آیه دکتر شاعر گفته یارب مپسند که لوتیان خار شدند، البته ما تا شما رو داریم که غلط بکنیم خار بشیم. ماشاءالله دست دهندت پیش همه کس معروفه، گفتیم بیام پیش بازم عرض حال بکنیم. نظم نفس دکتر پهلوون بزن ها بزن بگو ببینم. شرمندت هم عزتت همینجوری داره زیاد میشه پشت سر هم، مالا بدجور شرمنده اخلاق ورزشکاری خودت میکنی، عین برق آدمو میگیری. همین روزا میخوام روغن ماشین تو خالی کنم به جاش خون جیگرمو بریزم تا هر وقت استارت بزنی به عشقت بسوزم. روشن شد یا یه استارت درست حسابی برات بزنم؟ آی دکتر شما که خودت میدونی من زیاد به خیابونا وارد نیستم، غیر از چهار استراتژی که میشناسمش. خودتون راهنمایی کنید که از کدام طرف میشه قربون شما برم. شرمنده میکنی، اختیار داری؟ این چه صحبتی که تو میکنی؟ ما پاک ناراحت میشی. قربون میخوای بری زحمت بکش آدرسش هم خودت پیدا کن دیگه ناکس، همه کارو میذاره رو دست ما. بس دیگه تعارفتی که پاره کردم، شوخی هم حدی داره چون معلوم آخرش به جای ناجور کشیده میشه. آی دکتر بریم سر سوالات. یک نفر زنگ زد و گفت من یک سوال مهمی داشتم که میخواستم با پست سفارشی براتون بفرستم ولی موفق نشدم چون این تمره جدید که عکس آقای خامنه روش چاپ شده نمیچسبه. نه کس ننداز گردن تم، فکری از پشت کدوم کوهی ما اومدی؟ اومدی افه روشن فکری بیای به جایی که به پشتش آب دهن بزنی رو عکس مقام عضو توپ کردی مثل همه، خب معلومه نمیچسبه. ناکه آیه دکتر بودم بادر یه برادر بسیجی گیجم نوشتن که ما هر سال میرفتیم بازور دانش آموز جور میکردیم میوردیم برای 13 آبان، الان کارمون شده ای که بریم با زور و فشار دانش آموزا تهدید کنیم که روز 13 آبان پاشون رو از خونه نذارن بیرون. جواب استراتژیکی این ابهام و این گیجی من چی است؟ علمی استراتژیکی بخوام صحبت کنم، دست استکبار از تو آستین دانش آموز همچنین میذاره بیرون میشه. مقام عضوان به همین خاطر دنبال درس و مدرسه و این حرفا هیچ وقت نرفتن. شما نگاه کنی نه خود ایشون نه نماینده هاشون این طرف اون طرف خودشون رو به درس و مشق و از این حرفا خلاصه آلوده نکردن. پس آقای دکتر خود شما چطور دکترتون رو گرفتین؟ من چیز شد؟ من چیز کردم؟ میون بول انداختم از اون طرف دانشگاه از بالا مدرک رو اومدم گرفتم و تازه به ضرب تیزی که هیچ وقت آلوده به درس و مشق نبوده. آیه دکتر بزن بادر سردار جوکار رئیس بسیج دانش آموزی گفته که 3 میلیون دانش آموز بسیجی رو میاریم برای 13 آبان. این سردار جوکار تشدید داره، جوکاره، یعنی کاراش همش جوکه.
البته بعضی هم میگن جوخاره، تناقض هم نداره، ممکنه هم جوکار باشه هم جوخار باشه. بلای دکتر بدبادو، سردار رادان هم نامه نوشته و گفته که راه حل سیزه آبان تدبیره، باید شعاره پیدا کنیم که هم دانش آموزه بدن هم برای نظام خطر نداشته باشه. رادان به پا نچایی، تو اصلا میدونی فرق تو با مو چیه؟ تو هم که نمیدونی، مو اصلاح میشه اما این رادان جوب به جونش بکنی اصلاح نمیشه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن با آدار، عرض کردم بله، میفرمودن که یه روزی از یه شوتی پرسیدن خرگوشو چطوری شکار میکنی؟ گفت میدم پشت درخت صدای هویج در میارم، تو هم برو شعاری رو که هم دانش آموزا بپسندن هم برای نظام خطر نداشته باشه پیدا کن، تا زیر پات علف که سهله، اصلا حیفه برای تو چقدر سرد بشه. آی دکتر سوال بعدی، نمیخواد سوال بعدی رو بپرسی، من یه نکته همین وسط به محمد جعفری و نقدی بگم که یک بار دیگه مشنگی خودشون رو همچین ثابت کردن که توش کسی حرف نداشته باشه. با این بی‌ارزگیتون سر کنترل تظاهرات 13 آبان، آیه دکتر بزن بادر، هنوز که 13 آبان نشده شما در اینا رو فکرشون پیدا میکنه استراتژیکی میکنم. یه پدری محکم گذاشت تو گوش بچهش، بعضی هم میگن راست و چپ دوتا زد، یه دونه جلو یه دونه پشت است. بعد مادرش گفت بابا بچه بدبخت رو برای چی میزنی؟ گفت به خاطر اینکه فردا قرار کارنامه شو بگیره، ولی من فردا نیستم، دارم میرم مسافرت. روشن شد یه همچین برات مال برنامه بعدی تف از حالا بزن.